شاور دای عزیز، خوشحالم که باز هم در خدمت شما عزیزا قرار دارم. امید است که جور و صحتمند بوده باشین و همچنان کارخانگی هایتان را انجام داده باشین. شروع میکنیم به درس امروزی خود، به درس جدید خود. هم شاگردای عزیز، قبل از اینکه درس جدید خود آغاز کنیم، یک بار دیگه درس گذشته خود مرور میکنیم. شاگردای عزیز، درس گذشته ما شما صفحه 14 اومی کتاب و موضوع درس گذشته ما پلاسز ویر کامپیوترز آر یوزد، مکان هایی که در آنجا کامپیوترها استفاده می شوند، ما شما روز گذشته خواندیم. گفتیم که کامپیوترها را ما میتونیم در مکاتب استفاده کنیم، در فروشگاه ها و مراکز فروش استفاده کنیم و همچنان میتونیم در دفترها و در بانک ها چی کنیم؟ کامپیوتر را استفاده کنیم. و همچنان گفتیم که دکترها و نرس ها میتونن در شفاخانه ها از کامپیوتر استفاده کنن. یعنی ببینین شاگردای عزیز، ما میتونیم از کامپیوتر در مکان های مختلف برای اهداف مختلف چی کنیم؟ استفاده کنیم. خوش آگردای عزیزی بود درس گذشته ما و شما. حال میریم بالای درس امروزی خود که درس جدید ما و شما هست صفحه 15 کتاب و باقی درس گذشته خود، یعنی استفاده کامپیوتر چی میکنیم ما و شما عزیزا میخوانیم. گوش بگیرین شاگردای عزیز، درس ما از قسمت شروع میشه. Remember in earlier times there were no computers or calculators. People used abacus to add or subtract numbers. گوش بگیرین شاگردای عزیز، میخوانم. Remember in earlier times there were no computers or calculators. People used abacus to add or subtract numbers. شاگردای عزیز، گوش بگیرین، ایبار میخوانیم و ترجمه میکنیم. Remember یعنی بخاطر داشته باشین، بیاد داشته باشین. In earlier times there were no computers or calculators. میگه در زمانهای اولیه یا در زمانهای سابق هیچ کامپیوتر یا ماشین حساب وجود نداشت. People used abacus to add or subtract numbers. افراد استفاده میکردن چوته برای اضافه کردن یا جمع کردن اعداد or subtract و تفریق اعداد. یعنی شاگردای عزیز میگه در زمانهای سابق یا اولیه هیچ کامپیوتر یا ماشین حساب وجود نداشت و مردم از چی استفاده میکردن؟ از چوت برای جمع کردن اعداد یا اضافه کردن اعداد و همچنان تفریق کردن اعداد چی میکردن؟ از چوت استفاده میکردن. و چوتا که ببینین شاگردای عزیزی فعلا نیسته، اما در زمانهای سابق وقتی که کامپیوتر نبود مردم از این استفاده میکردن و در این چهار عملیه ریاضی قابل حل بود. یعنی ما میتونستیم جمع، تفریق، ضرب و تقسیم در این چی کنیم؟ حل کنیم. میایم بالای قسمت بعدی درس خود. We see computers at railway stations and airport. We see computers at railway stations and airports. میخوانم و برتان ترجمه میکنم شاگردای عزیز. We see computers at railway stations and airports. میگم ما میبینیم یا ما تماشا میکنیم کامپیوترها را در ایستگاه های ریل و میدان های هوایی. ما میبینیم کامپیوترها را در ایستگاه های ریل و میدان های هوایی. یعنی ببینین شاگردای عزیز، در اوجا هم یعنی از کامپیوتر استفاده میکنن که ما که در جای ها هم کامپیوتر قابل دید هست. یعنی میتونیم در ایستگاه ریل و همچنان در میدان های هوایی از چی استفاده کنیم شاگردای عزیز؟ از کامپیوتر. حال میایم بالای قسمتی بعدی درس خود. گوش کنین شاگردای عزیز. Computer etiquette. Do not use computer to close or to far from your eyes. Do not use computer to close or to far from your eyes. میخوانم و برتان معنا میکنم شاگردای عزیز، شما هم گوش بگیرین.
کامپیوتر اتیکت یعنی قوانین و مقررات کمپیوتر که یعنی استفاده از کامپیوتر کدام قانون ها را داره ما شما میخوانیم. Do not use computer to close her to far from your house. از کامپیوتر خیلی نزدیک یا خیلی دور از چشمان خود استفاده نکنید. با ما شما یعنی چی گفته؟ میگه که از کامپیوتر خیلی نزدیک یا خیلی دور از چشمان‌های خود استفاده نکنین. شاگردای عزیز وقتی که شما از کامپیوتر استفاده میکنین باید چی کنین؟ یعنی همه فاصله مناسب بین کامپیوتر و خود انتخاب کنین یا تعیین کنین، به خاطر که استفاده زیاد نزدیک و یا استفاده زیاد دور از کامپیوتر چی است با چشمان ما و شما ضرر داره. یعنی وقتی کامپیوتر از زیاد نزدیک چشمای خود بگیریم و از او استفاده کنیم باعث میشه که چشمای ما و شما چی شوه؟ خراب شوه. و همچنان برعکس اگر دور هم بانیم و از او استفاده کنیم باعث خرابی چشمهای ما میشه، از خاطر که فرضاً ما و شما در کامپیوتر نوشته میکنیم یا تایپ میکنیم وقتی که از ما و شما دور باشه و ما و شما صحیح امو خطهای خود دیده نمیتونیم و بالای چشمهای خود چی میکنیم؟ فشار میاریم تا که خطها را ببینیم و این باعث خرابی چشمهای ما و شما میشه. باید در وقت استفاده شاگردای عزیز کوشش کنین که یک فاصله مناسب بین خود و کامپیوتر تعیین کنین و استفاده کنین. و شاگردای عزیز هر وقت که از کامپیوتر استفاده میکردین کوشش کنین که به شکل دوامدار استفاده نکنین. فرضاً اگر 10 دقیقه 20 دقیقه استفاده کردین و باز چی میکنین؟ یک 5 دقیقه یا 6 دقیقه در وسط هایی که شما از کامپیوتر استفاده میکنین باید تفریح داشته باشین، یک گلاس چای بگیرین یا یک کمی تفریح کنین، باز دوباره سر کامپیوتر خود بشین و از او استفاده کنین. چون اگر به طور دوامدار ما و شما از کامپیوتر استفاده کنیم باعث عوارض جانبی ما میشه، یعنی چشمهای ما میشه چی شوه؟ خراب شوه و همچنان شخ میشیم یک قسم و شانهای ما را درد میگیره. خوش آگردای عزیز به امیدی از اینکه یاد گرفته باشین و چیزی برداشت کرده باشین میریم درس بعدی خود میبینیم که درس بعدی ما و شما کیوردز یعنی کلمات کلیدی هست که در درس هاینده انشالله باز ما و شما روی از این موضوع بحث میکنیم. درس ما و شما تا این همی قسمت بس هست. شاگردای عزیز کوشش کنین که درس هایتان همه روزه چی کنین؟ تعقیب کنین و درس هایتان یاد بگیرین بخونین. شاگردای عزیز درس ما و شما تا همین قسمت بس هست. خدا کنه که یاد گرفته باشین و چیزی برداشت کرده باشین و برایتان مؤثر تمام شده باشه. اگر کدام پیشنهاد، انتقاد و یا نظر داشتین میتونین در گروه واتساپ با ما شریک بسازین و ما جوابش را ارائه میکنیم.